سلام امیدوارم حالتون خوب باشه دوست گرامیمون آقا رضا پرسیدن که ضمن خسته نباشید خدمت شما و تیم خوبتون من یک سوال داشتم و دوست دارم نظر شما رو در این خصوص بدونم در ویدیو دیگری که در خصوص اشکانیان تهیه کردی توضیح دادید که در زمان ساسانیان هم طایفه های اشکانی در رؤوس قدرت بودن و میتونستن جلوی تخریب تاریخ خودشون توسط ساسانی رو بگیرن و به نظر من اشکانیان که تا مدت ها موازی ساسانیان در ارمنستان حکومت میکردن هم میتونستن تاریخ خودشون رو کنند. اما سوال اینجاست واقعا چرا گزارشات ایرانی چندانی از این سلسله قدرتمند نداریم در خصوص گزارشات آیا با حمله اعراب این تاریخ ها از بین رفتن و یا در خصوص آثار باستانی باید مثل کعبه زرتوش منتظر کاوش های تاریخی باشیم و یا اصلا این سلسله اهل هنر و ادب و غیره نبودند خب پاسخ به این پرسش که چرا اشکانیها ها به اندازه ساسانی ها در خدای نامک و مخصوصا متن فردوسی ازشون چیزی باقی نمونده باید جنبه های مختلفی رو در نظر بگیریم اولین موردی که باید در نظر داشته باشید اینه که خب همون مطلبی که در آخر خودتون اشاره کردید یکی از مواردی هستش که درسته یعنی همه پادشاهان اشکانی لزوما کتیبه نمی زدن و همشون داستان خاصی نداشتن که بخواد منتقل بشه مثلا خود دوره هخامنشی رو شما ببینید پادشاهان اولیه یعنی داریوش خشایار و اردشیر صاحب بیشترین کتیبه ها بیشترین الواح و بیشترین روایت ها هستن اما پادشاهان بعدی کمتر میل دارن به اینکه کتیبه ای بزنن و داستان خودشون رو نقل کنن به شیوه ثبت کتیبه این خودش یکی از دلایلی هستش که متن زیادی از دوره اشکانی به ما نرسیده یعنی خب اون آثاری که از دوره اشکانی مونده عمدتا شاهان اشکانی کتیبه خاصی ندارن در خصوص اینکه آیا با حمله اعراب اینا از بین رفته یا نه باید بگم که فکر نمی کنم اینطور باشه چون اینا معمولا در کتاب یکسانی یعنی همه این در کنار هم بوده اگر مثلا میخواست اشکانی از بین بره احتمالا ساسانی هم باید باش از بین میرفت و به نظر من خیلی نمیتونه قوی باشه شاید کتبی از اونها از بین رفته باشه ولی به این معنی نیست که کلا فقط این وسط اشکانی از بین رفته باشه و ساسانی و اینا همه مونده باشن احتمالش اونقدری که فکر میکنید قوی نیست اما همونطور که گفتم در نظر داشته باشید که خودتون هم اشاره کردید سلسله اشکانی تا مدت ها در ارمنستان باقی میمونه و خود خاندانهای های که نقش داشتن در پادشاهی اشکانی همونها نقش دارن در پادشاهی ساسانی این یک دو اینکه ما آثار زیادی از شاهان اشکانی میبینیم که باقی مونده کتیبه های مختلف مثل کتیبه اردوان و کتیبه های مختلف نقش و نگاره های پادشاهان اشکانی خب اگر ساسانی ها با اینو مشکل داشتن قطعا ترجیح میدادن که تصاویر این پادشاه ها رو از بین ببرن و نقش و نگاری از اینا باقی نمونه و خب منطقا در اون دوران کتیبه ها مثلا در دوره اولیه ساسانی کتیبه ها ارجحت بودن نسبت به متون اشتری چون که میبینیم خود اردشی رو شاپور اینا میان کتیبه میزنن پس طبیعتا اگر قرار بود که ساسانی ها بیان اینا رو از متون تاریخی حذف کنن باید میومدن نگاره ها و مجسمه هایی که از زمان اشکانیان باقی مونده هم نابود میکردن چه اینکه میبینیم خیلی زیاد مونده دوره اشکانی اگه شما سرچ کنید آثار زیادی باقی مونده و نکته ای که در نظر داشته باشید بحث فردوسی هست که چرا فردوسی از اینا نقل نکرده طبق پژوهشی که یکی از اعضای تیم خدای داره آقا عزیز متوجه شدیم که ظاهرا خدای که در نواحی مختلف ساسانی وجود داشتند با هم متفاوت بوده چون میدونیم که از یک دوره ایران به چهار سپه بود یا چهار تقسیم بندی داره و هر کدوم از این بخش ها و تقسیم بندی ها خدای نامک های مخصوص خودشون رو داشتن و احتمالا خدای نامکی که مربوط بوده به ناحیه خراسان به دستان فردوسی رسیده و خب خدای نامکی که هم مربوط میشه به خراسان طبیعتا خیلی داستان های اشکانی توش گزارش نشده چون خاندان های بیشتر در نواحی غربی یعنی همون پهله و منطقه پهلوانی ها یا همون منطقه جبال هستن که حضور دارن و در نواحی شرقی خیلی به اون شکل گسترش نداشتن و خب برای همینه که در خدای نامکی که دست فردوسیه گزارش خوبی از اشکانی ها نداریم اما اگر رجوع کنید به خدای نامک های دیگه که در دست مورخین دیگه ای اسلامی بوده ام از ابو ریحان و بقیه مورخین دیگه خیلی 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 داستان ها از اشکانی ها میبینیم که روایت کردن که اگر در کنار هم بگذاریم به اندازه همین دوره ساسانی که فردوسی در روایت میکنه تقریبا حجمش هست پس اینطوری نیستش که شما فکر کنید کلا از خدای نامک ها حذف شده نه اینطوری نیست تو خدای نامک ها بوده هم چند تا لیست از اینها رو داره نقل میکنه میگم موجود اگر رجوع کنید به متون اسلامی میتونید یه حجم زیادی در مورد اشکانی ها مطلب پیدا کنید خب این دیگه مختصر ترین پاسخی بود که میتونستم به این پرسش دوست عزیزمون داشته باشم و امیدوارم که استفاده کرده باشید بدرود